سلام، با خبر شش خوش آمدید. امروز چهارشنبه 19 ماه سرطان سال 1398 هجری خورشیدی است. در آغاز سرخط چند خبر. هشدار رئیس جمهور غنی از پیامدهای ناگوار از دست دادن فرصتهای کنونی صلح در کشور. ای زمان زمان صلح است. شرایط برابر شده، باید از این شرایط استفاده از این بیسود. انتقاد کمیسیون مستقل انتخابات از نهایی نشدن بودجه انتخابات از سوی حکومت و کشورهای کمک کننده. در قسمت بودجه هرچی عاجل باید تصویب شود و موضوع اطمینان حاصل کنیم. خوشبینی بخش خصوصی به احتمال سرمایه گذاری چندین میلیارد دلاری در کشور در صورت رسیدن به یک توافق صلح با طالبان. چیزی که تعهد شده اگر او به عمل پیاده شود، ما متوقن استم که حرکت مثبت را در اقتصاد خواهیم دید. نمایش لباس های ساخته شده از پارچه های چادری است و یک گروه از مدل ها در پایتخت. و تیره شدن روابط تهران با لندن و دنبال توقیف یک کشتی حامل نفت ایران سوی بریتانیا. مشروع خبرها. رئیس جمهور غنی هشدار می‌دهد که اگر از فرصت کنونی برای صلح استفاده نشود، رسیدن به صلح دشوار خواهد شد. رئیس جمهور که در پنجمین نشست اتحادیه اروپا در ارگ ریاست جمهوری سخن می‌زد، می‌گوید که چالش‌ها در برابر صلح بسیار هستند، اما به گفته او با یک اراده نیرومند می‌توان تمامی این چالش‌ها را از میان برداشت. در همین حال رئیس جمهور می‌گوید که برگزاری انتخابات در زمان معین آن یک راه روشن برای رسیدن به صلح پایدار در کشور است. حسیبه اتکپال گزارش می‌دهد. رئیس جمهور غنی می‌گوید که برگزاری به موقع انتخابات ریاست جمهوری یک راه روشن برای رسیدن به صلح پایدار در کشور است. رئیس جمهور هشدار می‌دهد که نباید فرصت کنونی صلح از دست رود. تمام ستاره با هم برابر از شاغل عیار شده. در این زمان اگر فرصت از دست بدیم، باز مسئولیت بسیار بزرگ است. در همین حال رئیس جمهور میگوید که تفاوت‌ها میان مفاهمه و مذاکره باید روشن شوند، زیرا به گفته او تنها حکومت میتواند با طالبان مذاکره کند. دسول لار اوار قیر سرک نده او مکسر مرسیدس بنز نده چه بیاوصل شد کلومتر لارسو. ده سول لار با کپرک لری، سول لار که بستونزی. مگر تینگ اراده باید موجود ای چه کپرک بانده تیرسی او سول تا ورسیگی. همزمان با اینکه رئیس جمهور تجربه های جهانی را در روند صلح افغانستان اثرگذار می‌داند، نخست وزیر آلمان می‌گوید که تمایل به همکاری و اعتماد برای حفظ صلح پایدار در افغانستان یک ضرورت است. در نهایت یک تمایل وسیع به همکاری و اعتماد از بحر ایجاد صلح و ثبات پایدار در افغانستان مهم است. از حکومت‌های ایالات متحده و افغانستان برای کار روی یک راه حل سیاسی که آهسته آهسته در حال آغاز شدن است سپاسگزاری می‌کنم. من امیدوار هستم نشستی که روز یک شنبه آلمان و قطر زمینه سازی کردند بر روند صلح افغانستان قوت بیشتر بدهد. همزمان با این، وزارت خارجه کازاخستان در خبرنامه‌ای از برگزاری یک نشست درباره صلح افغانستان در شهر نورسلطان این کشور خبر داده است. افغانستان جګړه د کورنی بو ترڅنګ سیمایز هیوادونو او دغه شمولیت او دغه نقش حیاتی دی ترڅو د ټول آبادو ترمنځ د نزدیکیدو د سولې دراتګ او دغه د ساتلو لپاره عمومي او همکار رول ادا کوي. در کنار این، ناروی نیز از میزبانی یک نشست درباره صلح افغانستان سخن گفته است، اما تا کنون زمان دقیق برگزاری این نشست روشن نیست.
از سوی دیگر نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان از بهر مشوره با گزارش‌دهی درباره صلح افغانستان پس از دیدار از چین به ایالات متحده آمریکا می‌رود. از سوی هم سخنگوی دفتر طالبان در قطر گفته که دو طرف فیصله کردند که درباره برخی از مسائل در گفتگوهای صلح با بزرگانشان مشوره می‌کنند و در آینده نزدیک هفتمین دور گفتگوها را از بهر از میان برداشتن اختلافات از سر خواهند گرفت. شریف امیری گزارش می‌دهد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در صفحه تویترش نگاشته است که از بهر مشوره و گزارش دهی درباره صلح افغانستان پس از دیداری از چین به ایالات متحده آمریکا می رود. از سوی هم سخنگوی دفتر طالبان در قطر گفته است که پس از پایان مشوره ها این دور از گفتگوها در آینده نزدیک از سر گرفته می شود. کدلی چې خلیلزاد اوس فلاسی امریکای ته او دا خبره دی خلاصوي الته د خپل مشران سره هوکړه واخلي دا خبره په سر باندې نو بیا به ورسته سلسله جوړیش. از سوی هم مسئول بخش افغانستان و پاکستان در انستیتیوت خاورمیانه در گفتگوی با طول نیوز کارکردهای زلمه خلیلزاد را در روند گفتگوهای صلح افغانستان به چالش میکشد. So what I believe is the American intention. با باور من نیت آمریکا این است که پوشش بیابد که آمریکا را به ترک افغانستان قادر بسازد و آمریکا بگوید که با باور این کشور آمریکا برای یک راه حل همیشگی در افغانستان زمینه سازی کرده است و تصمیم گیری را درباره پرسش های دشوار به افغانان واگذارد. آقای وین باوم از پیامدهای ناگوار خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نیز هشدار می‌دهد. Without a ceasefire, بی یک آتش بس قابل تایید و پایدار و بی آغاز واقعی گفتگوها که اکنون چندان نزدیک به نظر نمی رسند، هر گونه اقدام آمریکا برای ترک افغانستان تنها طالبان را نیرومند می سازد که برای سازش تلاشی نکنند. از سوی هم حامد کرزی رئیس جمهور پیشین درباره نقش آینده طالبان می گوید که طالبان می توانند بخش از نظام سیاسی افغانستان باشند. با این همه سخنگوی رئیس جمهور غنی هم درباره قطعنامه نشست میان افغانان در دوحه واکنش نشان می دهد و می گوید که این قطعنامه آزادی بیان، امنیت رسانه ها، نظام جمهوری و انتخابات را نشانه گرفته است. صلح انتخابات متمم یکی دیگه است. بدیل یکی دیگه نیست. نقشه رای صلح را لوی جرگه تاریخی افغانستان تعیین کرده. طالبان نشست های اخیر نمایندگانشان را با ایالات متحده آمریکا و نیز نشست میان افغانان را در دوحه نتیجه بخش تر از تمامی نشست های پیشین می دانند و از تمامی طرف ها می خواهند که این فرصت را مهم بدانند و با آن با جدیت برخورد کنند تا یک راه حل نهایی پیدا شود. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که بودجه انتخابات نهایی نشده و حکومت و کشورهای کمک کننده باید هر چه زودتر این بودجه را فراهم سازند. اما رئیس جمهور بر برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده تاکید میبرزد و میگوید که تمامی نهادها به برگزاری انتخابات باید کمک نمایند. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات میگوید کارمندان همیشگی و کارمندان موقت این نهاد که در انتخابات گذشته در تقلب ها و تخلف های انتخاباتی دست داشتند مجازات خواهند شد. انیسه شهید گزارش می‌دهد. بانک کمیسیون مستقل انتخابات بودجه انتخابات ریاست جمهوری را 149 میلیون دلار تعیین کرده است، اما رئیس این نهاد هنوز هم از نهایی نشدن این بودجه از سوی حکومت و کشورهای کمک کننده سخن می‌زند. با حکومت افغانستان و کشورهای کمک کننده ما خواهش می‌کنم که تعهداتی که کتما کرده البته در قسمت بودیجه هرچی عاجل باید تصویب شوه و موضوع اطمینان حاصل کنیم. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که حکومت و کشورهای کمک کننده برای پرداخت بودجه انتخابات تعهد سپردند، اما مشکلات در کار انتقال این بودجه به کمیسیون مستقل انتخابات وجود دارد. در قسمت انتخابات هیچ نوع شک و شبهه وجود نداشته باشد. ای وظیفه ملی ماست، ای واجبه قانونی ماست و تعهد اخلاقی ماست. بنابراین هدایت واضح ما و خواهش ما از تمام همکارایی است که هر نوع کمک را که ضرور باشه بر اجرای انتخابات شفاف و مشمول و در زمان تعیین شده
انجام بده. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که آن کارمندان همیشگی و موقت این نهاد که در انتخابات گذشته در تخلف‌ها و تخلف‌های انتخاباتی دست داشتند مجازات خواهند شد. کسایی که مشکل داشتند باید بررسی شود و اونایش که بیگناه است باید دوام کار داشته باشه و امیدوار هستم که مشکلات دیگه هم که ما در پیش روی داریم آهسته آهسته حل کرده بتانیم اون را. رئیس جمهور اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را به علت نابسامانی‌ها در انتخابات گذشته برکنار کرد. اعضای تازه این نهاد ششم ماه میزان امسال را روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تعیین کردند. اما نهادهای ناظر بر روند انتخابات به مدیریت انتخابات ریاست جمهوری از سوی اعضای تازه این نهاد بی‌باور هستند. یک جوان هراتی با به دست آوردن 350 نمره برنده جایگاه نخست آزمون‌های امسال کنکور اعلام شد. وزارت تحصیلات عالی میگوید که احمد راشد با این نمره ها به دانشکده پزشکی دانشگاه هرات راه یافته. در همین حال سجاد حسین از غزنی با 346 نمره و قاسم علی با 345 نمره برندگان جایگاه های دوم و سوم آزمون های امسال کنکور در کشور شدند. امسال بیش از 189 هزار تن از فارغان صنف های 12 هم از سراسر کشور آزمون های کنکور را سپری کردند که از این میان بیش از 174 هزار تن به نهادهای تحصیلات عالی و نیمه عالی راه یافتند. نبیله اشرفی گزارش می‌دهد. بلندترین نمره امسال آزمون‌های کنکور را دانش آموز از هرات به نام احمد راشد گرفته است، کسی که با 350 نمره به دانشکده طب دانشگاه هرات را یافته است. سید سجاد حسین از غزنی با دریافت 346 نمره برنده دوم و به دانشگاه طب کابل را یافته است. اداره ملی امتحانات هیچ داوطلب خود با سلیقه اداره در بست کمبود یا کمبود ظرفیت یک پانتون یا مؤسسه نیمه‌عالی معرفی نکرده. قاسم علی از کابل با دریافت 345 نمره جایگاه سیوم را از آن خود کرده است. این جوان با دپارتمنت منیجمنت و اداره تشبثات دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل را یافته است. برزی خیلی زحمت کشیدیم و از حکومت و وزارت تحصیلات عالی همین انتظار داریم که بر از ما و بر کسایی که درجه گرفتن برای از اینا بورسیه بیداد. برادرهای شکرم، برادرهای شکر چی کمک شده دیگه پدر نداره. پدرش پاس کده، گوه پاس کده. برادرهای شکر چی کمک کده دیگه این مولنه. ولم دیگه مگم خدا خود چی کمک شده. دیگه جوی باشد که دیگه جوی باری خوبه. امسال بیش از 174 هزار تن در آزمون‌های کنکور شرکت کردند و بیش از 67 هزار تن به نهادهای تحصیلات عالی و بیش از 30 هزار تن به نهادهای تحصیلات نیمه عالی رای یافتند و 20 هزار تن بی نتیجه ماندند. کمک بسیار بزرگی بود با همراه وزارت تحصیلات عالی، چون ما 26 روز داریم تا شروع سمستر اول سال 1398 را که وقت کافی است به خاطر تنظیم بعض مشکلات و ثبت نام مسئولین ما که سمستر به وقتش آغاز شد. امسال وزارت تحصیلات عالی در جریان دو ماه از داوطلبان آزمون‌های کنکور امتحان گرفت و پس از یک ماه نتیجه این آزمون‌ها را اعلام کرد. با گفته این وزارت قرار است تا 21 روز دیگر درس‌های سمستر تازه نهادهای تحصیلات عالی و نیمه عالی آغاز گردد. شمار از مدل های جوان در یک نمایش اعتراض آمیز در کابل لباس ها و حجاب هایی را به نمایش گذاشتند که از پارچه های چادری ساخته شدند. برگزار کنندگان این برنامه چادری را یک پوشش بیگانه می دانند و می گویند که می خواهند در چنین برنامه های لباس ها و حجاب های وطنی را بشناسانند. تمیم حمید گزارش می دهد. در اینجا مدل های جوان لباس ها و حجاب های را به نمایش میگذارند که با کارگیری از پارچه های چادری تهیه شدند. چادری قبلا بالای خانم ها تحمیل شده بود، ولی حال او قرن نیست و خانم ها میتونن چادری را به طرح های مختلف استفاده بکنن. دختر خانم ها میتونه راحت باشه بخاطر که از چادری که 100% خوب است و دراز هم است، مثل جا بار استفاده میشه ازش. برگزار کنندگان این نمایش میگویند که هدفشان از راه اندازی این برنامه ترغیب جوانان به رو آوردن به لباس های وطنی است.
چادری افغانی نبوده، چادری تعمیل شده بوده، مربوط فرنگ افغانستان نمیشه، از هند و پاکستان کشورهای دیگه آمده. ولی ما چی کردیم؟ ما نوآوری کردیم، پارچه ها و یا تکه های خود چادری را دوباره روی حجاب های اسلامی خود آوردیم که را میتونیم حجاب های افغانی بنامیم. در این برنامه لباس های دیگر هم به نمایش گذاشته شدند که در بخش های گوناگون کشور پوشیده میشوند. خبرهای جهان تا چند لحظه دیگر. ادامه خبرها. رئیس جمهور ایران به بریتانیا هشدار می‌دهد که اگر این کشور کشتی حامل نفت ایران را در آب‌های جبل الطارق رها نکند، با پیامدهای بد روبرو خواهد شد. حسن روحانی این کار بریتانیا را به خطر انداختن خطوط کشتیرانی در جهان میداند. همزمان با این فرانسه برای کاهش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن میکوشد. در این میان برخی از شهروندان ایران از حکومت این کشور میخواهند که از توافقنامه هسته‌ای با غرب بیرون شود. ایران از بیشتر از یک هفته به این سو در انتظار رها شدن کشتی نفتکش است که بریتانیا به اتهام دور زدن تحریم‌های اتحادیه اروپا بر سوریه در آب‌های جبل الطارق آن را توقیف کرده است. ایران می‌گوید که این کشتی به سوریه نمی‌رفت. ما باید کاری بکنیم خطوط انتقال انرژی در جهان امن باشه. من به انگلیسی‌ها میگم شما آغازگر ناامنی هستید و باید تبعاتش رو بعداً بفهمید و درک کنید. از سوی هم در اوج تنش‌ها میان ایران و آمریکا یک مشاور بلندپایه رئیس جمهور فرانسه به تهران رفته است. فرانسه یک تصمیم بد و یک واکنش بد را عامل افزایش تنش‌ها می‌داند. یک تصمیم بعد از سوی امریکا، تصمیم امریکا به بیرون شدن از توافقنامه هسته‌ای و وضع تحریم های تازه، به ویژه دادن جنبه فراسر زمینی به این تحریم ها که بر همکاران بازرگانی ایران اثر گذاشته است، در این اوضاع باید هر کار ممکن را انجام دهیم تا زمینه برای گفتگوها فراهم شود. شهروندان ایران درباره تنش های هسته‌ای تهران با غرب دیدگاه های گوناگون دارند. بعد از اینکه منابعی که مثل گاز و نفت ما تمام بشه، این انرژی هسته‌ای واقعا به درد ما میخوره. در این میان اتحادیه اروپا از ایران میخواهد که بیشتر از این تعهداتش را در توافقنامه هسته‌ای با غرب زیر پا نگذارد. و انگلا مرکل نخست وزیر آلمان پس از آن که برای سومین بار در یک ماه اخیر در برابر دیدگان بدنش به لرزه درآمد، میگوید که وضع صحیش بسیار خوب است و پیشتر گفته بود که به علت کمبود آب بدنش لرزیده بود. بدامه خبرهای کشور و جهان، رویدادهای اقتصادی لحظات بعد. با چند خبر اقتصادی. بخش خصوصی به پیشرفت گفتگوهای صلح در کشور خوشبین است. مسئولان اتاق تجارت صنایع میگویند که با آمدن صلح و بهبود امنیت در کشور میلیاردها دلار سرمایه های جدید در بخش های گوناگون جذب خواهند شد. در همین حال مسئولان انجمن صاحبان صنایع میگویند که اکنون بسیاری از سرمایه گذاران منتظر پیشرفت گفتگوهای صلح و سرگیری کاربارهای بزرگ در کشور هستند. زبیح الله جهانمل گزارش می‌دهد. اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که با بهبود اوضاع و تلاش‌های بیشتر برای صلح، احتمال دارد که روند جذب سرمایه‌گذاری‌ها در کشور از سر گرفته شوند. چیزی که تعهد شده، اگر او به عمل پیاده شود، ما متیقن هستم که یک حرکت مثبت را در اقتصاد خواهیم دید و سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر جذب خواهد شد. از سوی شماره سرمایه گذاران با در نظر داشت پیشرفت ها در گفتگوهای صلح میگویند که اگر مشکلات امنیتی در کشور کاهش یابند، میزان سرمایه گذاری ها در کشور افزایش خواهد یافت. اکنون هم علاقمندی به توسعه سرمایه گذاری ها در بخش های گوناگون وجود دارد، اما بیشترین سرمایه گذاران منتظر نتایج گفتگوهای صلح میان دولت و مخالفان مسلح دولت هستند.
سرک های افغانستان هست، بندهای آب افغانستان هست، پروژه تاپی و امثال پروژه های بزرگ ملی و منطقه‌ای در افغانستان به خاطر نبود صلح در افغانستان اینها در حالت تعلیق و استاپ هست. این در حالی است که در قطعنامه 8 ماده‌ای در نشست میان افغانان در دوحه بر تضمین امنیت نهادهای آموزشی به شمول دانشگاه‌ها، مکتب‌ها، مدرسه‌ها، شفاخانه‌ها، بازارها و نیز بندهای آبگردان و محل‌های کار در سرتاسر کشور تاکید شده است. دوباره خوش آمدید. فصل 8 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان به زودی آغاز خواهد شد. مسئولان در فدراسیون فوتبال میگویند با وجود اینکه تمویل کننده مالی این لیگ هنوز مشخص نشده است، اما این لیگ را برگزار خواهند کرد. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان با حضور 8 تیم از 8 حوزه کشور به میزبانی پایتخت آغاز خواهند شد. یوسف کارگر سرپرست فدراسیون فوتبال کشور میگوید که فصل 8 لیگ برتر فوتبال افغانستان به زودی آغاز خواهد شد. او میگوید در حالی که حمایت کننده مالی این لیگ هنوز مشخص نشده است، اما لیگ برتر فوتبال افغانستان را برگزار خواهند کرد. تفاوتات در نحو برگزاری مسابقاتش است، اما سیستمایی که معیاریایی که در FC و فیفا هستند ما با مو سیستما پیش میریم. در همین حال دور مقدماتی انتخاب بازیکنان به تیم‌های حاضر در این لیگ در حوزه غرب و جنوب غرب برای تیم‌های طوفان هریرود و میوند اطلان آغاز شده است. چیزهای بسیار جدید و چیزهای بسیار جوان که آینده فوتبال افغانستان خواهد بودن در ترکیب طوفان هریرود مشاهده خواهد شد. برتر افغانستان انشاءالله متفاوت‌تر از سال‌های قبل می‌باشد و امیدوار هستم که امسال بتوانیم دوباره بدرخشیم. تیم‌های شاهین آسمایی، طوفان هریرود، میوند اطلان، اسپین غربازان، موج‌های آمو، سیمرغ البرز، عقابان هندوکش و عباسین سپه تیم‌های شرکت کننده در این لیگ هستند. نتو دروازه‌بان برزیلی بارسا رسماً به هواداران این باشگاه معرفی شد. قرارداد نتو با بارسلونا 4 ساله و تا 30 جون 2023 می‌باشد. او پیشینه حضور در یوونتوس را نیز در کارنامه دارد. سازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با 458 به تماس بگیرید و سپس کلید 1 را دوباره شما بدهید. خدا نگهدار.